دوستای عزیز سلام امروز در مورد کلمات مهم همچو although, even though, though, where is, و while با adverb clause صحبت میکنیم این کلمات بسیار مهم است آرزو میکنم مورد علاقه شما قرار بگیره بریم سراغ آموزش در آغاز although, all, though، although و داشته باشین جی در اخیر سایلند although اگر چه یا گرچه معنی میشه. although he is sick he is going to work although he is sick he is going to work معنیش چی میشه اگرچه او مریض است او به کار میرود اگرچه او مریض است او به کار میرود ما although را در جملات استفاده میکنیم که یک adverb clause هست. بسازه مثال، although he is sick از اینجا تا اینجا یک adverb clause است و یادشته باشین که although را ما بعد از although یک subject استفاده میکنیم یک فعل و یک هم complement. و میره ما میتونیم بگیم که یک adverb clause است کدام نوع adverb clause است adverb clause of opposition اینا رو میگه جز جمله قیدی که مخالفت بیان میکنه although he is sick he's going to work. Although he's sick, he's going to work. اگر چه او مریض است او به کار می رود. اگر چه او مریض است او به کار می رود. آلدو یک حرف ربطی است اکثرا بعد از آلدو ما یک جمله بیانی استفاده می کنیم و از قسمت آلدو تا می قسمت آخر جمله را ما adverb clause می گیم. ایره ما در انگلیسی adverb clause of opposition می گیم. یعنی او جز جمله که وظیفه قید انجام میده و مخالفت بیان میکنه ببینید دوستا all the اگر چو مریض است یعنی اگر یک کسی مریض باشه باید در خانه بمانه باید استراحت کنه اما ای all is sick, اگر چو مریض است he is going to work یعنی این قسمت جمله با این قسمت جمله در مخالفت است قسمتی که all those یک مخالفت بیان میکنه با قسمت دوم جمله زمانی که شما مخالفت بیان بکنین همچون اینا که all the who is sick اگر شو مریض است یا گر مریز مریض است he's going to work او میگه کار میکنه اگر بخواین مخالفت ها را بیان کنین در آغاز all the استفاده کنین بعدش یک جمله بیانیه بگین بعدش یک چیزی بگین که مخالفت با می قسمت جمله را داشته باشد ایره چرا adverb clause میگیم؟ به خاطر که although he is sick چی را بیان میکنه؟ کار کردن بیان میکنه به کار رفتن بیان میکنه ارتباطش به کار رفتن است گرچه مریض است خرک مریض است چی میشه؟ به کار میره درست؟ پس ایره ما میگیم که although shows a direct opposition although یا قسمت جمله که با although آغاز میشه یک مخالفت مستقیمه با قسمت دیگه جمله بیان میکنه opposition مخالفت مانا میشه مثال بعدی داریم دو دو همچنان مانند آل دو یک وظیفه انجام میده و معنیش میشه اگرچه یا گرچه در مثال Though the weather is cold she is not wearing a coat Though the weather is cold she is not wearing a coat چه مانا؟ اگر چه آب و هوا سرد است او بالا پوشش را نپوشیده though the weather is cold ببینید دوستان زمان که آب و هوا سرد میشه یک شخص باید یک لباس گرم باید بپوشه اما اینجا این قسمت جمله با قسمت دیگهش در مخالفت است گرچه آب و هوا سرد است ولی خانم بالا پوش نپوشیده پس ایرا ما میتونیم بگوییم که دو also shows a direct opposition همچنان دو یک مخالفت مستقیم بیان میکنه یک مخالفت با قسمت دیگه جمله بیان میکنه و در اینجا دو با جمله مثبت مثل all دو استفاده شده the weather فایل است اس فایل است کولتام کامپلمنت یعنی از این قسمت تا این قسمتی ای را ما adverb clause میگیم adverb clause of opposition میگیم چون این مخالفت بیان میکنه با قسمت دیگه جمله چرا adverb clause میگیمش؟ به خاطر که پوشیدن یک بالا پوشه بیان میکنه هر آن چیزی که یک فعل بیان کند او را ما adverb میگیم پس اینا را ما adverb clause میگیم به خاطر که فایل داره و فعل داره و حرف ربطی داره مخالفت بیان میکنه آرزو میکنم که فهمیده باشین و هم مثال بعدی که even though even though هم معنیش میشه یا گرچه even though it was cold we swam in the river even though it was cold we swam in the river اگرچه آب و هوا سرد بود ما در دریا یا رودخانه شنا کردیم. swam، آلت گذشته سوم است. ببینید دوستا اگر آب و هوا سرد بود یک مخالفت بیان میکنه با قسمت دیگه جمله پس اگر آب و هوا سرد اگر آب هوا سرد باشه کسی باید در دریا شنا یا بازی نکند ولی در اینجا کرده ای ما ما یک مخالفت بیان میکنیم در قسمت دوم جمله یک مخالفت میشه با قسمت اول جمله یعنی اینا همیشه خلاف یکی دیگه چه میشن واقع میشن یا قرار میگیرن پس از اینجا دار اینجا ایره الورب کلاس میگیم که در کل تمام زینا ارتباطش با می آبازی یا شنا کردن یا فعل جمله میشه و از لحاظ معنی یک مخالفت بیان میکنه So even though also shows a direct opposition even though همچنان یک مخالفت مستقیم بیان میکنه خب دو عزیز خیر فرق بین although دو و even though چه میتونه باشه؟ ببینید دوستا یک فرقشان از لحاظ مورد استعمالشان است although is formal although رسمی است رسمی چی ما در اوراق رسمی در کتاب اخبار مجلات فرم ها یعنی در اسناد کتبی و رسمی و در جاهای رسمی از آلدو استفاده کنید دو غیر رسمی است در مکالمه محاوره در جای غیر رسمی از کلمه دو استفاده کنین ایون دو باز چی میکنه زمانی که شما بخواین یک مخالفت قوی رو بیان کنین یا تاکید داشته باشین strong قوی intensifier تاکید کننده یعنی اگر یک مخالفت بخواین با تون جدی و شدید بیان کنین با یک احساس قوی بیان کنین از ایوندو استفاده کنین فرق نمیکنه رسمی یا غیر رسمی اگر یک مخالفت درجهش بالا و زیاد باشه از ایوندو استفاده کنین ولی اگر مخالفت عادی باشه باز از آل دو در جای رسمی از دو در جای غیر رسمی استفاده کنین مخو میگم از این سه تا چون ارسش مورد استعمال زیاد داره از ارسش کرده خوبترش کدام از ایوان دوسته چون هم قوی است هم رسمی غیر رسمی و هم تاکید کننده است و دومین فرقشان در چیز در مورد استعمالشان در جملات هست در مثال ما میتونیم although دو را در آغاز و در وسط استفاده کنیم Although it was late اگرچه ناوقت شده بود We didn't go home ما به خانه نرفتیم یعنی اگر ناوقت شد باید کسی خانه بره ولی ما مخالفت میکنیم All it was late, we didn't go home. همچنانی را میتونم بگیم We didn't go home, although it was late. هیچ معنیش فرق نمیکنه. هیچ فرق در معنیش نمیه. پس ما میتونیم که بگیم All را در آغاز و در وسط میتونیم استفاده کنیم. Uh, همچنان even though even though it was late we didn't go home بین شکل ما میتونیم در وسط و در آغاز مثل also استفاده کنیم we didn't go home even though it was late اما though در آغاز در وسط و در اخیر استفاده میشه همچیناً though it was late we didn't go home اگر چه بود ما به خانه نرفتیم we didn't go home though it was late این مانا We didn't go home It was late though پس یگانه فرقی که داره است که دو میتونه همچنان در اخیر در جملات استفاده شود میایم با while و where is while و where is معنیش میشه در حال این که اینا هم یک مخالفت مستقیم بیان می کنم و یاد داشته باشین که وایل همچنان یک حرف ربطی زمان است و ما در زمان و گذشته جاری بحث کرده بودیم اما در اینجا من حیث یک حرف ربطی مخالفت بحث می که ماناش میشه در حال این که مریم is وایل احمد is short مریم مگه قد بلند است در حال این که احمد کوتاست میشه بگیم مریم is tall احمد is, is short و و while فرق نداره یکانه فرقی که بادگراج داره است که اینا در وسط قبل از خود یک کامه میگیره این کامه که میبینیم و معنیش میشه در حال اینکه که میتونیم بگیم some people are tall ها قد بلند هستند while یا where is. others are short در حال اینکه که دیگرها کوتاه هستن فقط یک فرق را بیان میکنن که یک فرق مستقیم باشه یک مخالفت مستقیم باشه اینو بیان میکنن و خوبی تمامی کلمات ایست که شما میتونین در هر زمانی را استفاده کنین زمان حال، گذشته، آینده هر رقم زمان باشه میتونین استفاده کنین هیچ مشکل نداره خب دوست های عزیز آرزو میکنیم که درس ما رو علاقه شما قرار گرفته باشه لطف یک تعداد زیره در کامنت ها حتما بنویسین موفق، رو سربلند باشین